دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستن. آقای دکتر عطاری، این تستای پی سی آری که الان در حال حاضر در ایران وجود داره، اگر نتیجهش منفی باشه، آیا نشان دهنده این هستش که فرد مبتلا به کرونا نیست و آیا اینها قابلیت تشخیص سوی اومیکرون هم دارن؟ خب متاسفانه اینطور نیست و بسیاری از در واقع تشخیص ها بر اساس نتایج و مشاهدات بالینی هست. ما داریم میبینیم که بسیاری از بیمارانی که علائم مشخص و واضحی از ابتلا به کرونا دارن، متاسفانه تست هاشون منفی میشه. خب این برمیگرده هم به مسئله خود تست های پی سی آر در دنیا که یک تایید 100% برای تشخیص این بیماری و به خصوص سویه اومیکرون نیست. و نکته دیگه برمیگرده به کیت هایی که همکنون در ایران هست. بسیاری از این کیت های چینی سالها، مدت های قبل، توسط هلند، اسپانیا، حتی ترکیه برگشت داده شد و چین اینها رو به صورت اهدایی اهدا کرد به ایران. اینها هم کیت هایی هستن که در میانه کیت های دیگه در ایران وجود دارن و این مسئله تشخیص بیماری کرونا از طریق تست رو ابهاماتش رو بیشتر و بیشتر میکنه. آقای دکتر عطاری، کسانی که واکسن دوگانه‌شون رو نزده، دو دوز واکسن رو در واقع نزده باشن، گفته شده باید هر 15 روز یک بار تست پی سی آر منفی ارائه بکنن. چطور ضمانت اجرایی میخواد بره دولت در برابر انجام این مسئله؟ خب این مسئله اصلا خود این 15 روز یک نکته هست که بسیار قابل بحث هست. در مدت 15 روز بارها و بارها فرد میتونه مبتلا بشه و ناقل باشه. نکته دیگه این هست که برای ورود به ادارات تنها تست پی سی آر منفی از کسانی که واکسن نزدن در واقع گرفته میشه و اونها رو اجبار میکنن، در صورتی که انتقال بیماری حتی میتونه در بین واکسن زده ها باشه، به دلیل اینکه ما پوشش واکسیناسیونمون الان کمی بیش از 50% هست و هنوز تا اون مرحله ای که بتونیم برسیم به پوششی که بتونه ایمنی همگانی ایجاد بکنه فاصله زیادی داریم. به همین جهت اینها ممکنه حتی روی کاغذ تا حدی مؤثر باشه، اما در عمل کافی نیست. به علاوه این که همطور که در گزارشات متعدد هم دیده شده، خرید و فروش نتایج منفی تست ها، اینها مشکلاتی است که روز به روز داره بیشتر خودشون نشون میده و الان به صورت یک امر عادی در اومده و رد و بدل شدن این تست های منفی که در واقع هیچ تستی انجام نشده و با پول خریداری میشه، اینها هم میتونه آسیب دیگه ای باشه برای تشخیص بیماری که داره در یک مکان انتقال پیدا میکنه اما هیچگاه در مطالعات و تست ها نمیاد. گسترش کرونا الان آقای دکتر عطاری، به نظر میرسه بر اساس گزارش ها در بین دانش آموزان بسیار زیاد شده. چطور میشه این رویه رو کاهش داد، این گسترش رو پایین آورد در بین دانش آموزان؟ و آیا واکسن هایی که الان در داخل ایران وجود دارن هیچ کدوم مناسب برای تزریق به کودکان زیر 12 سال هستند؟ اگر ما مبنای پیشگیری برای انتقال این بیماری در بین دانش آموزان رو توصیه های سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و حتی بخشنامه 26 شهریور آموزش و پرورش در نظر بگیریم، به نظر میرسه که دو مسئله اساسی بجز مسئله واکسیناسیون در پیشگیری از ابتلا دانش آموزان به این بیماری، یکی مسئله تهویه است و یکی مسئله فضای کافی. متاسفانه بسیاری از مدارس ما در ساختمان هایی دارن برگزار میشن که این فضای لازم برای اون فاصله گذاری بین دانش آموزان وجود نداره و به علاوه در زمستانی که الان ما با در و پنجره‌های بسته مواجه هستیم، تجمیع دانش آموزان در این فضاهای بسته این مسئله رو تشدید میکنه که متاسفانه راهکاری برای این مسئله پیش بینی نشده. و همونطور که اشاره کردید، متاسفانه هنوز ما واکسن تایید شده برای این جمعیت دانش آموزان زیر 18 سال در ایران نداریم. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر محمد کاظم.